بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ازن بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله متعال را خواهانیم که به همه ما توفیق بده که بندگان خوبی برای الله باشیم و اوقات و لحظات خوبی را هم برای شما ازن در کنار خانواده هاتون آرزومندیم و با برنامه فقه و زندگی در خدمت شما هستیم. هدف از این برنامه همونطور که مستحضرید پاسخگویی به سوالات شرعی شماست و از طریق پیامک میتونید به ما پیامک بزنید به واتساپ، شماره واتساپ برنامه، و با شماره تماس بگیرید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید. و هستیم در خدمت استاد عزیز و گرامی، استاد ملایی عزیز، و در خدمت شما هستیم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ابتداءً از ادب و احترام دارم خدمت شما استاد اسماعیلی و یکایک بینندگان عزیز شبکه جهانی نور، در هر کجا که هستن وقتی همتون بخیر. اجازه بفرمایید من تذکر کوتاهی بدم درباره یکی از ارکان مهم اسلام. بله، رسول خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث مکرر از نماز سخن گفتند و تأکید بر نماز به عنوان یکی از پنج ستون مهم و یکی از ارکان پنجگانه اسلام هست. بله. بسیاری از جوانان و نوجوانان و یا کسانی که در کار و زندگی روزمره خودشون رو مشغول بازار و تجارت و مسافرت و امثال اینا کردن، در ادای نمازها سرانگاری میکنن تا حد بسیار زیادی که بعض وقتا این نمازها از وقت خودش میگذره و بی تفاوت هستن، یا بعضی وقتها اینطور هم نیست، با شب نشینی ها، شب گذرانی ها، بازی ها و سرگرمی های لهو و لهب که حالا ممکنه خیلی هاشم حرام نباشد، ولی با گذراندن وقت زیادی از اونها خستگی و ملالت بهشون رو می آوره که به فکر نماز صبحشون نیستن و متاسفانه این باعث یکی از دردهای مصری در جامعه امروزی شده که فراگیر شده. بله. قرآن کریم به نماز اونقدر اهمیت داده به عنوان یکی از ارکان دین. 140 آیه در قرآن کریم فقط درباره نماز اومده، اقامه نماز، یقیمون الصلا، اقام الصلا. از صفات اهل ایمان نماز خوندن سر وقت از اهل نماز، نمازها را به درست ادا کردن است، نمازها را با جماعت ادا کردن. ولذا در سنت نبوی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونقدر بر نمازها تاکید شده که در ترک نماز، نماز جماعت فرمودن که اگر میدانستم که این امر شاید اهل عذری نداشته باشد، متخلفین بر نماز رو چیکار میکردم؟ بر خانه ها را بر سرشون آتش میدادم. این قدر پیامبر صلی الله علیه و سلم در نماز و نماز جماعت سختگیری کردن تا حدی که یکی از ائمه مشهور از ائمه چهارگانه اهل سنت، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، حتی نماز تنبلی و سستی در نماز را هم کفر قلمداد کرده. یا کنید تارک نماز، کسی که نماز نمیخونه بی نماز هست را کافر قلمداد کرده، حتی از اگر قبول داشته باشه ولی از روی تنبلی نخونه، تنبلی و سستی نخواند، کافر قلمداد کرده. همه دیگر با قید انکار هست، یعنی گفتن اگر نماز کسی نماز را انکار کنه و گفتی بگه که واجب نیست و مهم نیست در دین، این شخص کافره به اتفاق فقهای امت اسلامی. ولذا بر همه پدران و مادران واجبه، یکی از اولویت‌های عقیده دینی اینه که به فرزندانشان بفهمانند که نماز ستون دین هست و تحت هیچ شرایطی
اگر غذا جلوشون نذاره به خاطر تنگ دستی و فقر اشکال نداره، اما بی نمازی بزرگترین درد جامعه است که نباید ازش سهل انگاری کنه. جزاک الله خیر سامو الله گرامی و صحبت حالا زیبایی که در مورد اهمیت نماز به عنوان رکن اول دین و یعنی از پر اهمیت ترین رکنهای این دین اشاره فرمودید. متاسفانه همون گونه که شما فرمودید، یعنی خیلی از والدین حالا به جنبه مادی زندگی فرزندان خیلی اهمیت میدن، اما در این زمین حالا خیلی وقتا مثلا از یک سنی دیگه بچه باید تربیت بشه برای عبادت، برای نماز خوندن، اونو کم کم باید بیدار کرد. حالا میگن که گناه داره بنده خدای مسکین، بذار بخوابه. یعنی متاسفانه تصور میشه که این نوعی دلسوزیه، در حالی که دلسوزی واقعی اینه که ما بچه هامونو از عذاب جهنم نجات بدیم و به خدا نزدیکشون کنیم. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. بله، جزاک الله خیر. ایاکم. و استاد مولای گرامی، ما آغاز میکنیم از پیامک هایی که نقل کردن در برنامه های قبل و بیویژه برنامه قبل رو ما فرستادن و مون بعضی از پیامک ها و پاسخشون داده نشد. بیننده فرمان، سلام خدمت شما. من در کارواش کار میکنم و کارم شستن ماشین های مردم هست. وقتی ماشین یکی رو میشورم و آماده میشه، آخرش به من انعام میده. بعد صاحب کارم انعام رو ازم میگیره، میگه هر کی به تو انعام داد مال تو نیست، مال منه. و دوباره باید دست من بدی انعام ها رو. راهنمایی میکنید. مرسی از اصفهان. بله، بسم الله. اگر کارگری در وقت کاری مزد خودش را میگیرد و در مقابل به خاطر زرنگیش، تمیزکاریش یا عنایت ویژه‌ای که به مشتریش داره یه انعامی از مشتری میگیرد، این حق شخصی اونه. بله. به یک شرط، به شرط اینکه به ضرر صاحب کار تموم نشه. مثلا یک جنسی را در این، من کلی دارم میگم، مثلا یک کارواش به جای خودش الان میاد توضیح بیشتر میدم. بله. چون یک کار خدماتی است. این شخص اگر که وقت زیادی برای کارواش، مثلا برای ماشین مشتری نمیذاره که کارهای دیگه را عقب بندازه، بله حق اون هست، حق شخصیش هست و مطالب خودشه. چرا؟ چون صاحب اون کارواش اون اجرت یا اون کارمزدی که بابت نظافت ماشین و شستن ماشین از مشتری میگیره گرفته. بله، حق خودش رو گرفته. گرفته. مگر اینکه یک حالت دیگه داشته باشه برای متساوی تقسیم کردن انعام هاست. بله. در بعضی از اماکن خدماتی صندوقی گذاشتن به نام صندوق چی؟ کمک به یا انعام ها. کمک ها و انعام ها. تمام اون مبالغی به عنوان انعام گرفته میشه برای کارمندها یا مثلا خدمتگزاران، در اون صندوق گذاشته میشه، سر ماه جمع میشه و بین اونها تقسیم میشه. به طور مساوی بین کارکنان چی میشه؟ تقسیم میشه. بله. این کار زیبایی هست به خاطر این کدورت بین خود کارگرا وجود نیاد. اگر یک شخصی مبلغی کمتر یا بیشتر گرفت، باعث کدورت بین اینها نشه، به طور مساوی بینش تقسیم. این کار درسته. اما صاحب کار حق نداره که انعام رو از کارگر چی بگیره؟ بگیره و بگه نه، این حق شخصی من است، چون برای من داره کار میکنه، برای شما کار میکنه، ولی در مقابل کارش داره تلاش میکنه، خدمات داره ارائه میده و شما هم در مقابل اون چیکار کردید؟ حقوقتون رو گرفتید. یعنی بله. حقتون رو بخواد در ازای نظافت و شستن و سرویس و خدمات ماشینتون گرفتید. کار خودش رو شما انجام میده در قبال حقوقی که اومده. دیدی این کارگر ساده ای هست، دست کرده این مبلغ هم اضافه به ایشون داده، این حق اون به اصطلاح کارمند نیست و اگر این کارگر بگیره حلالش هست. جزاک الله خیر استاد مولای گرامی. و بیننده داریم پشت خط. سلام علیکم و رحمت الله. خانم الناس، خواهر گرامی، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید، من سوالم در مورد همون دو هفته قبل پرسیده بودن در مورد رایگان و شما، من منتظر بودم، گفت کردم شما جوابمو میدین، میشه منتظر بودم. بعد استاد گرامی گفتن جوابتون میدن در مورد رایگان، که آیا رایگان تحقیقات میکنم مثلا سود یا نه. الناز، رایگان منظور خدمات رایگان. خدمات رایگان. خدمات تلفنی. بله، خدمات تلفنی رایگان. بله، سوالتون رو بفرمایید.
بله بله گوشی من پول رایگان، بله سوالتان گفتم کاملا، زیر گوشی من بله پول بله خواهر رایگان کنید محترم، من. بله درسته. من تحقیق کردم با توجه به یک آلانسای خدماتی که امروز خطوط به اصطلاح یا تلفنی در ایران ارائه میده، اشکالی نداره این کار با یعنی الان سود حساب نمیشه ما رایگانی نه کنیم. خیر، اشکالی نداره. خیلی ممنون از خواهش جواب میکنم، الله یارو نگهدارتون، خیلی کلا تشویقم برطرف شد، تشکر خواهش ممنون، میکنم، سلام الله یارتون خود، موفق باشید. سلامت باشید. و سلام علیکم. بیننده به ما پیامک زدن و فرمودن که سلام، معنی ضرب غیر مبرح چیست؟ قدر غیر مبرح، ضرب یعنی زدر، غیر مبرح یعنی اینکه آسیب به جا نگذارد، یعنی بله. پوست پاره نکنه، استخون خرد نکنه، درد ایجاد نکنه و فقط کتکی باشه که مؤدبانه باشه. یعنی نوع زدن متفاوت است، بعضیا یک پدر کتک میزنه، یک معلم کتک میزنه، ممکنه یک جلاد هم کتک بزنه، بله یک جلاد هم جلد میکنه دیگه، کتک میزنه، کتک میزنه، ولی کتک ها متفاوته. یه دشمن هم ممکنه با کسی درگیر بشه و کتک بزنه، کتک بزنه، هر کدوم یه قصدیه. اگه پدر مثلا داری میزنه به قصد ادب کردن فرزنده، اگه معلم میزنه به قصد ادب کردن شاگردش هست و اینجا باید رعایت بشه. ولی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کردن که اگه کسی میخواد به زیر دستش یا به مقابلش کتک بزنه، کتاب تأدیب ادب کردن، باید از سر و صورت چیکار کنه؟ اجتناب کنه. بله به این نواحی ضربه نزن. نخیر، حق ندارید به سر و صورتی بزنید، چون سر و صورت هم محترم هست در اسلام و هم جایگاهی هست که ضربه پذیر زود و انسان آسیب میبیند. به جایی بزند که دردش کمتر هست و اگر که قصد ادب باشد کافیه. اما کسانی که دشمن هستن و میخوان تعذیب کنن، عذاب بدن، دیگران شکنجه بدن، خب مسلمه که به دنبال چی میگردن؟ بدترین شیوه ها میگردن و به طوری که استخوان را میشکنن، پوست را پاره میکنن، خون را جاری میکنن. اینا در اسلام چی داره؟ در قصاص دارد و احکام مالی و جانی بهش تعلق، کیفر مالی و کیفر جانی بهش تعلق میگیره. جزاک الله خیرا. استاد مولا گرامی، بیننده حالا از فکر کنم تو برنامه قبل در مورد کنکور و اینها یه سوالی از ما داشتن روز ما رمضان و الان دوباره پیامک زدن به ما و فرمودن چون من جواب سوالمو نتونستم بگیرم، اگه لطف کنید همین الان من میگم پای گیرنده الان نشستم و میخوام جواب سوالو گوش کنم الان. ایشون سوالشون این بود که آیا نگرفتن روزه ماه رمضان برای دانش آموزانی که کنکوری جایزه، با این شرایط که یک دو ماه آخر برای کنکور خیلی مهمه. بنده نمیتونم با روزه به طور مفصل درس بخونم و انشالله بعدن قرضشو ادا میکنم. بسم الله. دوست عزیز، برادر عزیز، خواهر محترم، نیا کنید همه زندگی من و شما به عنوان یک مسلمان برای رسیدن به رضای الله است. اینو قبول دارید نه؟ این یک مبدأ است، یک اصله. یعنی هر کاری ما داریم میکنیم، هدف اصلیمون این باید باشه که چی؟ به رضای الله داریم میرسیم. آیا این کار شما خلاف این قاعده و این اصل نیست؟ الله سبحانه و تعالی ماه مبارک رمضان را معظم کرده، مکرم کرده به فضیلت هایی که قابل جبران نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر کسی یک روز روزه ماه مبارک رمضان را به غیر عذر بخورد و بعد بخواد کل سال براش به جاش روزه بگیره، اجر اون روز را جبران نخواهد کرد. دلیلش واضح است، به دلیل اینکه روزهای ماه مبارک رمضان معظم، مکرم، پرفضیلته و قابل جبران نیست با روزهای دیگر سال. این یک طرف. از طرف دیگر شما یک مصالحی دارید و یک مفاسدی. مصلحت در چیه؟ مصلحت در اینه که شما ترجیح میدید، مصلحت شما و امثال شما اینه که در روز رمضان با خوردن و نوشیدن بتونید روزتون رو به مطالعه بیشتر و امثال اون سپری کنید، درسته؟ آمادگی بگیرید برای کنکور. از طرف دیگه مفسدش چیه؟ شما دارید روزخاری میکنید و این روزخاری به پا
زیر پا گذاشتن یکی از ارکان دین هست. آیا این مصلحت کوچیکی که شما به دنبالش هستید و برای شما مهمه، درست به اون فساد و مفسده ای که همراه دارد میارزه؟ آیا این مصلحت راه های دیگری برای رسیدنش نیست؟ نمیتونید به طور دیگه بهش برسید؟ مثلا شبها چیکار کنید؟ به جای خوابیدن شبها بشینید مطالعه کنید، شبهای رمضان بشینید مطالعه کنید، روز اول روز در ماه مبارک اول روز رو مطالعه بگذرونید، چون با نشاط هستید و مثلا فعالیتتون کمتره. آخر روز رو بعد از نماز ظهر بعد از یکم بگیرید و خواهید تا اینکه خستگی و ملالت بهتون دست نده و بتونید کار کنید، روزتون رو تموم کنید. پس بنابراین یک کارهایی میشه انجام داد که شما روز خاری نکنید و این بهتره و این واجب هست. یعنی به عبارتی دیگر شما به بهانه امتحان و کنکور و نمیدونم مسابقات و امثال اینها حق روزخاری ندارید. فهمیدید؟ الله تعالی. شکر ممنون استاد مولایی گرامی. و بیننده پیامک فرستادن و فرمودن سلام علیکم برادران، ببخشید ما در خوزستان خیلی از مسائل شرعی رو نمیتونیم انجام بدیم، به دلیلی که میدونید آیا مشکل نداره یا باید بعضی ها رو انجام بدیم؟ بسم الله. اگر همینطور که دوست عزیز اون میگن واقعا انجام شعائر و ظاهر کردن مسائل شرعی براشون دردسر آور هست، بله اشکالی نداره. مثلا برادرانی یا خواهرانی هدایت شدن، بله جزء مهتدین هم. مهتدین هستن، نمیتونن در نماز جماعت شرکت کنن، زیر ذره‌بین هستن، اذیت آزار قرار میگیرن، از کارهاشون اخراج میشن، بهشون اتهام میزنن و و الاخری. اشکال ندارد نمازاتون رو در خونه جماعت کنید، با خانواده خودتون جماعت کنید، ولی نمازاتون رو بخونید، نمازاتون سر وقت بخونید و برابر فرمایشات رسول خدا صلی الله علیه و سلم و همونطور که رسول الله نماز خونده اونطور نماز بخونید، نماز سنت بخونید، نه نمازی بدعت. بله. و اگر این چنین باشه اشکال نداره. بله، یک سری مسائل را باید برای حفظ جان میشه رعایت کرد. جزاک الله خیر. سلام علیکم. تشکر. بیننده فرمودن با سلام، میخواستم درباره حکم گفتن کلمه آمین پس از سوره هم چه در نماز و چه در بیرون از نماز بدانم. بله. کلمه آمین اولا شده نداره، آمین. بله. تشدید آمین. نداره. آمین. بله. آمین با شده یعنی قاصدین. بله. همطور که در سوره مائده آمده است. بله. یعنی میم. آمین البیت الحرام. آمین البیت الحرام. یعنی کسانی قصد خانه خدا دارند. بله. ولی آمین بهش میگن اسم فعل. اسم فعل یعنی اسم هست، ولی معنای چی داره؟ فعل داره. فعل داره. به معنای اللهم استجب، خدایا استجابت کن. استجابت کن، این معناش. بله. خب حالا حکمش شد بعد از این از نظر قرائت و بله. گفتن و معناش. آمین از کجا اومده؟ شاید خیلی ایراد داشته باشن، آمین در قرآن نیست. بله. آمین در قرآن نیست، از کجا اومده؟ سمولای قبل از اینکه ادامه بدید اینو، من ادامه سوالشون رو نخوندم چون سوالشون بود. من 19 ساله هستم و دانش آموز در مدرسه تهران هستم. به درخواست دبیر کلاس درسایمون رو با خواندن آیات قرآن شروع می‌کنیم. من وقتی در کلاس سوره حمد رو خوندم در آخر آمین گفتم. بله. و معلم دلیل آن را از من پرسید. من گفتم زیرا ما در سوره حمد از خداوند درخواست هدایت و غیره می‌کنیم، پس برای اجابتش آمین هم میگوییم. اما معلم از من توضیح کامل و قانع کننده خواستند، زیرا شیعیان معتقدند گفتن آمین پس از تلاوت سوره هم در نماز موجب باطل شدن نماز میشود. راستش من آمین گفتن را از تماشای نماز جماعت در مکه مکرمه یاد گرفتم و دلیل آن را به خوبی نمیدانم. خب سلام علیکم، تماس بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. خانم عزیز از آلمان، خواهر گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی.
سوالی که اگر یک شخص فوت میکنه، پسرش پیش رویش فوت میکنه و از او طفلای خردسال میباشه، این پسر خود معلوم میراث است و طفلای خردسال داره، این باید چی بکنه؟ کاکاهای قتیل قلب دارم که حق از طرف خود بخشش برش نمیدن، این طفلا چی بکنه؟ یعنی حق ارثشو نمیدن؟ اینا خود معلوم میراث است این طفلا. بله بله بله، از میراث اونها رو محروم میکنن، منظورتون خواهر گرامی، درسته؟ بله، در فقه حنفی اونا محروم میراث میباشن. بله، نواسایش به اصطلاح. بله، تشکر، ممنون هستم استاد. تشکر از شما، خدا الله یارو نگهدارتون. تشکر. بله، سوال بله، چون کلمه در کلاس تأمین یا آمین عرض کردم که معناش به معنای الله مستجب، یعنی بار الله استجابت کن. فقها گفتند مذاهب سگانه ما ادای احناف که گفتن آمین بعد از قرائت سوره فاتحه سنته. گفتن آمین بعد از قرائت سوره فاتحه چی است؟ سنت هست و واجب نیست. نیاکوید سنت واجب نیست. حکم سنت از کجا اون بهش تعلق گرفته؟ به دلیل حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، کسی که در روایت آمده است کسی که سوره فاتحه را خوان و بعد گفت آمین، ها، و این آمین با همراه امام، با تأمین امام همراه بود، ملائکه هم با آنها آمین میگن. بله، و خداوند دعای اونها را چیکار میکنه؟ استجابت میکنه. فقها گفتن که گفتن آمین بعد از سوره فاتحه سنت است، چه در نماز باشد چه خارج از نماز باشد. بله، چه نمازهای جهری باشد چه نمازهای سری باشد. اگر جهری باشه بلند میگه، اگر نمازهای سری باشه یواش میگه، سر میگه، یعنی دل خودش، دل خودش میگه. امام میگوید، مأموم هم میگوید، منفرد هم میگوید، یعنی در هر حالت چی خوانده میشه، یعنی چه نمازو به تنهایی، مثلا نماز بله. سنتو داره امام میخونه. مثال میذارم، امام داره میخونه، بله، آمین میگه. بعد اینکه ولا ضالین، امام میگه آمین، مأموم هم همراه اون دقیقا همراه امام میگه، پشت سرش میگه چه؟ آمین. بله، من وافق تأمین الامام و تأمین الملائکه غفر له. بله، اگر که امام نماز سری میخونه، شما هم دارید سوره فاتحه میخونید، به طور سری در دل خودتون آمین میگید، باید آمین رو بگید. و اگر به طور تنهایی نماز خودتون رو میخونید، چه نماز فرض باشه چه نماز سنت باشد، سنت باشد، بازم آمین میگید، آمین رو باید بگید. اگر در نماز هم نیستید، به طور عادی دارید سوره فاتحه رو میخونید، یعنی خارج از نماز، بله، باز هم باید آمین رو بگید، آمین رو میخونید. اینا همش حکمش سنته، چه در نماز، چه در جماعت، چه در به طور انفرادی. یعنی اگر تو نماز کسی پس از سوره هم آمین رو نگفت، اشکالی تو نمازش وارد نمیشه، ولی یک اجر و فضیلت رو از دست میده. بله، جزاک الله خیرا. و سوال خواهرمون عزیز از آلمان، سومالا گرمال، اونگونه که من متوجه شدم ایشون فرمودن که یک کودکی هست و میراثی به ایشون مثل که از باباشون تعلق میگیره، و اما عموهاش من میکنن از اینکه اون میراث به اون برسه. درسته، در چنین حکم شرعی در چنین موردی چیه؟ حکم شرعی حرام است. نیا کنید، قرآن کریم به صراحت برای کسانی که به اموال ایتام به ناحق دست درازی می کنند به سختی برخورد کرده. بله، یعنی به تندی برخورد کرده. پنجمین آیه فکرم در سوره نساء قرآن کریم، در سوره نساء هست. بله، اگه اجازه بفرمایید من این آیه را از رو می خونم براتون. ولی بحث اینجاست که ایشون برای مطابقت
اجراءات قانونی باید چیکار کنه؟ باید پیگرد کنه، یعنی به مراجع قانونی مراجعه بکنه. بله بله، یعنی رای دیگه نداره، یا اینکه به اونها بفهماند که این کارشون چیه؟ خلاف شرع. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نارا وسيصلون سعيرا. کسانی که اموال ایتام رو به باطل چیکار میکنن؟ از روی ظلم و ستم میخورن. میخورن. خوردن معناش این نیست که فقط چیز خوردنی باشه. اطلاق قرآنی برای تصرفی که غالبا به قصد زندگی است و به قصد تنعم و تغنم هست، غنیمت گرفتن است، عقل گفته شده. ولی هر چیزی که تصرف باشد، بله، حتی زمین، باغ، املاک و هر دارایی باشه، هر نوع دارایی باشد، شاره چی میشه؟ عقل میشه. بله. کسانی که اموال ایتام را به ناحق از روی ظلم و ستم میخورند بدانند که آنها در شکمهایشان آتش میخورند. و سیصلون سعیرا، و آنها به جهنم واصل میشن. سعیر یکی از درجات جهنم است، یا یکی از درکات جهنم است دقیق تر بگیم، چون بله، جهنم درکات دارد و بهش درجات داره. درجه همیشه رو به بالاست و درکه رو به پایین. بله. و جهنم یکی از درکاتش، یکی از پایه‌هاش و یکی از سطوحاتش سعیر هست. درست. که بد جایی هست. ولذا قرآن کریم به اون تهدید کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در باره ظلم و ستمی که به ایتام میره به شدت برخور کرده، فرموده که من برعکس به جای تعدی به حقوق ایتام باید چیکار کرد؟ از اونها حمایت کرد. ده. انا و کافل یتیم که هاتین، انسان باید کافل یتیم باشد، کفالت کند، اونها را حمایت کنه، اونها را سرپرستی کند، نه اینکه اموال اونها را بالا بکشه. بله، جزاک الله خیرا، تشکر. بیننده پشت خط داریم. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقا از تهران. علی آقای گرامی بفرمایید. سلام، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید علی آقا، تشکر. بفرمایید. سلام دارم خدمت استاد گرامی آقای ملایی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بفرمایید علی آقا. استاد یک سوال داشتم نکنم. من خانومم رو طلاق دادم، در صورتی که مثلا خواهر منم تو عقد زن برادر خانومم بود، زندگی هر دو تامون از هم. خواهر شما در عقد چی بود آقا علی؟ یه بار دیگه تکرار کنید. برادر خانومم. من زنمو طلاق دادم، خواهرم. بله. هم که مثلا در عقد برادر خانومتون بود. بله 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 بله، در عقد برادر خانومم بود. بله. بعد ایشون هم اونا خواهرمو طلاق داد. بعد عرضم به خدمتتون که ما به مراجع قضایی مراجعه کردیم، اینا گفتن یا باید با هم سازش کنین، با هم دیگه ببخشین، چون هم من رفتم زندان هم اونشون رفت زندان، توانایی پرداخت مهریه رو نداشتیم چون مهریه بالا بود. بعد عرضم به خدمتتون که اون خواهر خانم من به داداشش حساب کنین به من بخشید، که گفت من داداشم به من بده، توانایی پرداخت مهریه رو نداشتید. بله. خب حالا سوالتون دقیق بود. توانایی رو نداشتیم واقعا. بعد خواهر من دوشید به شوهرش بخش، یعنی مثلا یه مقدار چیزی من به خواهرم بدم و خواهر خانم منم به داداشش بخشید، که داداشش به من بخشید، که داداشش. آقای علی بذار آقای علی یه لحظه اجازه بفرمایید، به خاطر اینکه بس طولانی نشه. مشکل کار شما کجاست الان؟ من به خاطر اینه که چون مهریه خانومم الان مثلا هفته من بخشیدم، در صورت این که داداشم مثلا آبجی من بهش مهریه رو ببخشه، میخواستم ببینم آیا این دین مهریه به گردن من هنوز مونده یا نه، در صورتی که خانوم من امضا کرده که من بخشیدم. الان حکمشو میخوام بدونم. خب من یه سوال دارم. اولا این که زندگی دو خانواده رو به هم ربط دادن شرعیت نداره، یعنی خلاف
انسانیت و خلاف شرع است. شما ازدواج کردید درست با دختر یک خانواده و خواهرتون هم دادید به اون خانواده دوباره، درسته؟ و این باعث بله. شده که یک بله. ارتباطی تنگاتنگ به وجود بیاد که اگر که ضربه دیدید هر دو طرف به دست به انتقام بگیرن از هم دیگه. این درست نبوده و لذا الان سر طلاقتون در چی بوده؟ چرا خواستید طلاق بدید شما؟ من خانمم مشکل داشتم ولی خواهرم هیچ مشکلی نداشت، ولی تحت فشارهای شوهرش کاری به مشکل نداریم. نکنید شما اول مشکل خودتون حل کنید. بسم الله. شما مشکل خودتون حل کنید. من میگم شما با خانمتون مشکل داشتید، نتونستید، یعنی نتونستید با دادگاه خانواده طوری کنار بیاد که به هر حال زندگیتون رو... بله من هر روی رو استاد انتخاب مثلا رفتم، حتی ما حنفی هستیم درست؟ بله بله. من پیش همه علما و مشاور خانواده رفتم، حتی با خانواده هاشون، با داداششون، با پدر بله. مادرشون صحبت کردیم. بله. بعد نرسیدیم به نتیجه ای. به این دلیل، بنابراین دلیل که دیگه با تا آخرین راه انتخاب کردم، یا هر روی بله. انتخاب کردیم. خب بعد خانمم اینا به این معتقد بودن که شما رو جادو کردن و دل کردن، شما از همدیگه دل بد کرد. و من خیلی خداییش زندگی ما من دوست داشتم، به هر جایی که اونا گفتن من رفتم. گفتن که مثلا فامیلای شما ظاهرن و جادوگرن، در صورت خدا میدونه که این چیزی نبوده. ما رفتیم، مهاجرت کردیم، تهران خب. رفتیم. الان شما خانمتون رو جدا کردید و طلاقش دادید، رفته خونه پدرش، درسته؟ خب الان مشکل شما دقیقا رو سر چیه؟ روشتر مهریه هست؟ بله من توانایی پرداخت، من مهریه 70 میلیون مثلا به نرخ روز 30 میلیون بوده، شده 70 میلیون. من کارگر ساده ام. بله. مهر خواهر من هم همونقدر بوده. حالا من چون شما گفتین جدا از زندگی اونا، من خودم میگم بله. ما بنابرای دلیل طلاق دادیم مثلا تموم. من میخواستم مثلا به ما رفتیم دادگاه، گفت مثلا ماهانه شما بردی 350,000 تومان به خانومتون باید بدید. درست. و بنده قبول کردم این حرفو. درست. بعد از این که ما طلاق گرفتیم و تموم شد، رفتیم دادگاه، پرونده بسته شد، دوماد من که برادر خانومم باش، خواهرم و طبق چیزایی که خود خواهرم اون رو از خونه بیرون کرد، حتی دو بار ساعت 3 شب اون از خونه بیرون کرد، دوبارم بهش گفته بود که تو زندگی من حرومی، باید بری از جا، شما خواهر منو چل کردین و بل کردین، در صورتی که من با خانومم مثلا نتونست زندگی، خواهر من هیچ مشکلی نداشت. خب برادر عزیز ایشون فکر کنم با تفکیک بکنه قضیه، خودشونو قاطی نکنه، با خواهر مهندی قاطی نکنید. بعد فکر کنم که مراجع قضایی اونجا که اگه مراجعه کردید کار حتما پخته انجام دادن. شما بقیه کارها رو باید اونجا از با علمایی که از حنفی مذهب هستند و احتمالا نماینده جناب مولانا عبدالحمید هم در اونجا حفظه الله تشریف داشته باشه، با اونها پیگیری کنید و انشالله فکر میکنم کوتاهی نکنن، چون مسائل طلاق این مسائل حساسی هست که به تک تک جزئیات باید شما مراجعه کنید و حرفتون رو بزنید و اطراف هم نشسته باشن تا اینکه بشه حلش کرد. انشالله من متفاید هستم که انشالله قضایی رو به همدیگه ربطش ندید، قضیه خودتون با همسرتون رو یه طرف، قضیه خواهرتون با دامادتون هم یه طرف دیگه، هر کدوم به طور جداگانه و دوستانه بخواید از علمایی که در تهران وجود دارن و حضور دارن تا اینکه مشکلتون انشالله نزدیک حل کنن. تشکر سمولا گرامی علی آقا، ممنون از تماستون، الله یار و نگهدارتون. سلام علیکم و رحمت الله. آقای کریمی از افغانستان. آقای کریمی گرامی بفرمایید. سلام از آقای کریمی، ببخشید که معطل شدید پشت خط، بفرمایید. خواهش میکنم، سوال سیستمی بود که بله. حساب دارم و بانک ملی ایران، این حساب قرض الحسنه ما کردم، هر ماهی بینید 30,000 تومان 50,000 تومان میاید استفاده میاید، این سود میاید مثلا بله. این پول ما چکار کنم؟ حساب رو بندم به فقیر فقرا بگم دست داره میگیره نمیگیره، چکار کنم؟ حساب رو بندم جواب ملاقی بله بله. آی کریمی سالتون واضحه، سال دیگه هم دارید آی کریمی؟ نه خیلی ممنون، الله یار و نگهدارتون، تشکر از لطفتون، موفق نیت باشید. از آن بیننده
میان برامی آمده هست، انشالله با هم میبینیم و خدمتون برمیگرد. بیننده و سمولای گرامی، خدمت شما هم عرض سلام دوباره داریم. خسته نباشید. و سالای کریمی استاد مولای گرامی از افغانستان که شما فرمودن من در ایران زندگی میکنم و حساب خزالحسنه باز کردم و ماهونه 30 الی 40 الی 50 هزار تو حسابم به عنوان سود بانکی میاد. حکم شرعی این سودی که میاد چیه؟ باید باش چیکار کنم؟ آیا باید حسابمو ببندم ادامه بدم چیکار کنم؟ نه خیر، این سود هست. بله. نکن خودت میگید که این سود بانکی است. بله. شکی درش نیست. سپرده‌های بانکی در ایران سودهای کلان میدن. ولی حلال نیست برای اونا. ما میگیم اینو برای بانک
و کارکنان بانک و مسئولین بانک نذارید، بردارید و انفاق کنید در کارهای عام المنفعه جامعه. ولی خودشون استفاده نکنید. خود استفاده نکنید، چون دخل حلالی نیست، درآمد حلالی نیست، کسب حلال نیست. بله. الله تعالی علم. بردارید ولی بدید به کسانی یا جاهایی مصرف کنید که واقعا نیازمند هستن، به راهی، به چاهی، به نمیدونم آب انباری، به درمانگاهی، به مدرسه، امثال اینا. اینا مسائل موارد عمومی رو چیکار کنید؟ هزینه کنید. اشکال نداره. جزاک الله خیر. سلام، تشکر. و دانش آموزی که سوال فرموده بود در مورد آمین، استاد مولای گرامی، شون فرمود من دانش آموز 19 سالم. یه سوال دیگه شون دارن و فرمودن که آیا شرکت در مراسم های عزاداری که در مدرسه برگزار می شود بدون میل خودمان و به اجبار اشکالی دارد؟ البته سینه زنی و دیگر اعمال ناشایستی که آنها انجام می دهند را ما انجام نمی دهیم، بلکه فقط حضور داریم. و آیا از نذرهایی که می دهند می شه استفاده کرد؟ بسم الله. این دو ساله. اولا مشارکت در مراسمی که شرعاً از نظر اهل سنت حرام است. بله. ولی دانش آموز یا کارمند یا هر کسی دیگری که در یک کار جمعی قرار داره به اجبار به اون طرف سوق داده میشه. این شخص باید چیکار کنه؟ حداقل قلبا چی باشه؟ انکار بکنه. قبول نداشته باشه. قلبا راضی نباشه. راضی نباشه به این کار. ثانیا اگر میتونه اجازه بگیره، مرخصی بگیره و از اون جمع خودشو کنار بکشه، این کارو حتما باید چیکار کنه؟ انجام بده. مگر اینکه نتواند یا اینکه زورش نرسه، به هر حال که چیکار کنه، خودی از اون جمع دور کنه، میگیم اشکالی نداره، ولی متفائل نباش، یعنی فعالیت نداشته باش در اون جمع. بله. و تونها احساس کنن که در این جمع به رضایت و خودت نیومدی. سلام علیکم، اجازه بدید بیننده رو تماسشو بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. عبدالله از افغانستان. عبدالله گرامی بفرمایید. سلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. بفرمایید آقای عبدالله. سوالی داشتم استاد بله آقای عبدالله گرامی. بفرمایید. سوالتون رو بفرمایید. من کتابی به دست من قرار گرفت درباره مولانا روم. در مورد وام استاد بزرگوار میشه که درباره مولانا روم اگر که تصدیق بودن اون کتاب نوشته بود که مولانا روم یعنی اصلی تشت خراب از توی چیز هست و اگر اسکری تشتیه بود در مورد مولانا روم کرده باشید. بله، در مورد عقیده مولانا رومی اینو میخواد بدونید؟ بله بله بله، انشاءالله. بله. استاد مولای پاسخ میده. سوال دیگه هم دارید آقا عبدالله؟ تشکر، زنده باشید. الله یار و نگهدارتون. تشکر از تماستون، ممنون. و استاد مولای گرامی بیننده، بله، به سوال آقای دانش آموز عزیزمون که فرمودن آیا از نذرهایی که انجام میشه در این مراسمات ما هم استفاده کنیم؟ اما در مورد نذرها، بله، اون چیزی قطعی هست، این نذر و نیازها شرعی نیست، بلکه چیه؟ بدعتی هست. حداقل حکمی که میشه بهش تعلق داد اینه که بدعته. نذرها برای غیر الله شرعا استفاده کردن برآوردن از اون چیه؟ حرام هست. حرام. و اونها رو تعبیر نگیرن. بله. من معذرت بخوام بگم که ما این نوع نذر و نیازها رو نمیپذیریم. جزاک الله خیرا. و بیننده سال فرستادن سمولای گرامی و فرمودن که اگه وضو بگیرم و پامو نشورم چه میشه؟ حکمش چیه؟ بسم الله. همونطور که میدونید شستن پاها یکی از ارکان چیه؟ وضو هست. وضو هست. وضو 6 یا 7 رکن داره، یکی از اونها شستن پاهاست تا قوزک. بله. تا محل بر آمادگی استخوان‌ها و پشت پا. اینا شامل چیه؟ اعضای وضو. اعضای وضو هست. که باید حتما پا باید شسته بشه. شسته بشه. بله. مگر اینکه تیمم بخوای بکنیم دیگه به پا کاری نداره. اما در وضو جزء چیه؟ جزء رکن هست. و کسی اگر با به عمد بتواند دسترسی به آب داشته باشه و وضوع میگیره اما پاش نمیشوره، وضوعش باطله. بله، زکرالله خیرات، شکر. و آقا عبدالله گرامی از افغانستان، ایشون فرمودن که در مورد عقیده مولانای رومی یا مولوی که حالا معروفه، اگه اطلاعاتی به ما بدید. مولانا جلال الدین بلخی یکی از علما و یکی از شعرا و یکی از
عرفای به اصطلاح قرن خودش بوده که سرآمد هست و شعرهاش بوی اخلاص، ایثار، تفانی و فناف الله بودن را میده و اونقدر در این زمینه البته تو قضیه فناف الله سمالایی بینندگان دچار شبهه نشن یه وقت، یعنی به صورت که یعنی همه کار را برای الله انجام دادن، بله، نه به اون معنایی که صوفی های غالی میگن، بله. ولذا ایشون یکی از مخلصترین عرف ها بودن که در باب خودش شعرش سراپا عرفان و خداشناسی است. بله. داریم که اون دیدگاهی که بعضی ها سعی میکنن ارائه بدن از مولانا به تصحیح بشه در جامعه اسلامی، چون واقعا چیزی که بعضی از غلات شیعه امروز سعی میکنن که شعرا و ادبای امت اسلامی را که غالبیتشون 80 یا 90% سنی مسلک و مذهب هستند یا پیرو قرآن و سنت بودن را چیکار کنن؟ بدبین کنن. حافظ و سهدی و رودکی و سنایی و غزنوی و عطار نیشابوری و مولانا رومی و امثال اینها از شعرهای بنام جهان هستند و هیچ مرزبومی هم ندارند. درست فارسی زبان بودن، اما غالب ادبا و عرفای جهان اونها را میشناسند، کتاباشون به غالب زبانها بازگردانده شده. سکر الله خیر سمولا گرامی و بیننده پشخه داریم. سلام علیکم و رحمت الله. آقا سعید از شوش. آقا سعید گرامی بفرمایید. سلام بفرمایید. آقا سعید سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. الو سلام علیکم و رحمت الله. آقا سعید بفرمایید. آقا سعید سلام باشید. و علیکم السلام. سلامت باشه. تشکر، ممنون، بفرمایید. داشتم حکم خریدن گوش از قصاب شیعه 12 امام. حکم خریدن گوشت از قصاب شیعه 12 امام. بله، دست شما در نکنه. تشکر آقا سعید، الله یارو نگهدارتون. خانم حمیده از دبی، سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خارج من بعد بسیار وقت ما موفق شدم اجراخ نمیکنم، هر پیرک تلفن میکنم این تلفن رخ نمیکنم. استاد شما را خدا خیر بده. بسیاری که سلامت باشه، الله حفظتون کنه، خداوند برکت بندازه و موفق باشه نمیش. سلام و سلام باشه. استاد سلام ما را بعد استاد ملایی برادر ما میده. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیر و طلب بفرمایید. امی یک سوال داشتم. امی عقیقه بعد تا 12 و 13 سالان بعد اولادا میشه و دوم از این سواب شه بعد ما استاد اگر بگوین که چی سواب داره. بله، در مورد سواب عقیقه بله، او یک ذره کلان است، به کلان ها میشه تا 13 سال است. بله، 12 یا 13 سال دارم. بله بله، 12 و 13 و 9. سوالتون واضح خواهر گرامی، سال دیگه هم دارید؟ نه، تشکر بسیار، الله یارو نگهدارتون، تشکر از لطفتون، برکت بندازه. آمین آمین، الله در زندگی شما هم برکت بیاره، فرزندان صالح و نیک بهتون عنایت کنه و سربلند دنیا و آخرت باشید. تشکر. استاد ملای گرامی، سوال آقا سعید از شوش که فرمودن حکم خریدن گوشت از قصابی که شیعه 12 امامی هست. بسم الله. نیا کنید، احکام اسلامی مبنی بر واقع بینی هست، به این معنا که حکم بر ظاهره. اگر شخصی که قصابی میکنه یک انسان مسلمانه، نمازخونه، اهل قبله هست و در عقیدش انحرافی که او را کافر قلمداد بشه وجود ندارد، اصل اینه که چیکار کنیم؟ خوراکی دست اون، ذبیحه دست آن را چیکار کنیم؟ بخوریم. بله، سنی باشد یا شیعه، این یک قاعده فقهیه. اما اگر دیدی بله این شخص مثلا معتقد به علی اللهی است، مثلا معتقده که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه چیه؟ الله است، همونطور که علی اللهی ها در کرمانشاه و نمیدونم غرب کشور و در عراق امثال اینها وجود دارن. بله، یا صفات خداوند رو به امامان نسبت میده مثلا. این یه طرف.
یا اینکه به هر حال ملتزم و متدین به دین خودش هم نیست، اهل قبله نیست، نماز نمی خونه، صحب و شتم صحابه میکنه تا این حد، اگه به این شخصیت معروف به این صفات، این ذبیحش درست نیست. بله فهمیدید؟ بله. ولی اگر نه، یک شیعه هست، برای شیعه دوازده امامی هست ولی نمازش رو میخونه، معتدل هست در افکارش، غالی هم نیست، امام را به عنوان یک امام قبول داره نه به عنوان یک خدا، بله اشکالی نداره. الله تعالی جزاک الله خیر. تشکر. آقای رضایی از ایران، سلام علیکم و رحمت الله. آقای رضایی بفرمایید. سلام علیکم، آقا خسته نباشید. گفتم و علیکم السلام و رحمت الله. سلام داشته آقای رضایی، تشکر. بفرمایید. یه سوال از استاد داشتم. بله آقای رضایی بفرمایید. یک فامیلام فوت کرده استاد. خب خدا رحمتش کنه. الله یرحمه، الله رحمتش کنه و جنت نصیبش کنه. بله سلامت باشه. یه مقدار پول بهش دادم. خب بله، الان این پول رو حلال کردم. اگر به خانواده بگم یا نگم حلال کردم. پول ها رو خرج کردید یعنی؟ نه، یه پولی دادم به این. بله پول ها رو حلال کردید. بله یه پول بهش داده و الان حلالش کردید. الان حلالش کردید. خوب کار کرده. بله کار خیلی خوبی. خوب به خانواده مثلا بگم یا نگم. بله بله یعنی منظورتون اینه که آیا به خانوادهش بگید یا نگید، درسته؟ نگم، بگم یا نگم. بله آقای رضایی سالتون واضحه. سال دیگه هم دارید؟ بعد بله. یه سال دیگه ببخشید استاد. بله بفرمایید آقای رضایی. مثلا کسی مثلا من الان میتونم قرعه بدن کنم، خب مثلا بدن خودم ببخشم. خب بله خب مثلا الو. بله صداتون هست آقای رضایی. یه بار دیگه او... میشه لطف کنید آقای رضایی از اول این سوالتون رو بگید؟ مثلا میگن کسایی که مرگ مغزی میشن، خب ها مرگ مغزی میشن. بله خب مرگ مغزی میشن، مثلا قلب کلی اونا اهدا کنن گناه هست یا نه؟ بله اهدای اعضا آه مثلا گناه هست یا نه؟ بله تشکر آقای رضایی گرم، الله یارو نگهدارتون. سلامت باشید، الله حفظتون کنه، ممنون. سوال خانم حمیده از دبی استاد مولای گرامی، ایشون فرمودن که اگه بخوایم برای حالا بچه‌ای که به سن 12 یا 13 سالگی رسیده عقیقه انجام بدیم، آیا ثوابی داره و اجری به ما میرسه؟ بسم الله. اصل در عقیقه این است که در روز ولادت، یعنی در همان روز، بلکه در هفتمین روز یعنی هفته اول، یا در هفته دوم روز چهاردهم، یا در هفته سوم روز 31، در سنت اینطوره. بله در روز هفتم چند سنت وارد، یکی اگر پسر هست ختنه کردنش، برای هم فرزندان نامگذاری، و همچنین عقیقه دادن. بله ولی عقیقه بستگی به وضعیت مالی خود پدر و مادر داره. اگر توان مالی دارن که یک گوسفند بگیرن یا دو تا گوسفند بگیرن برای فرزند پسر سر ببرن در همون روزها، این کار لازمه. بله اگر توان مالی ندارند و سالها گذشت، دیگه این از ذمتشون خارج میشه، مگر اینکه بخوان از باب سنت و ادای دین این کار را انجام بدن. میگی بله. اشکالی نداره. بله اشکالی نداره، حتی بعد از سالها هم بعضی فقها اجازه دادن که این کار صورت بگیره. یعنی وقتی وضعش خوب شد و تونست این کار رو انجام بده میتونه انجام بده. بله. ولی در حقش واجب نمیشه. بله جزاک الله خیرا. و آقای رضایی گرامی از ایران، ایشون فرمودن سال اولشون که مقداری پول حالا یه نفر من بهش دادم حالا قرض و ایشون از دنیا رفته الان و من حلالش کردم، آیا این حلالیتی که حالا من در حقیشون کردم و به خانوادهشون بگم یا نگم؟ گفتنش بد نیست، شاید اون میت در یه جایی یادداشت کرده یا به کسی سپرده و بعدها اگر بفهمند ممکنه که وجدانشون ناراحت باشه که میتشون بدهکار هست و الان ندارن که بدن، به کی بدهکار هست و چرا. اگه میخواد که برسونید که بله من یه مبلغی به میت این
مورد خدا رحمتش کنه. بله. هدیه دادم یا قرض دادم ولی الان ازش میگذرم و میبخشم. خب اشکال نداره. گفتنش اشکال نداره و حداقل خاطر اونها راحت میکنه. خاطر جمع میشن. بله. بله. زاک الله خیر سلام علیه و قسمت دوم سالهای رضاییشون فرمودن که اگه حالا کسایی که مرگ مغزی و اینها میشن یا حالا ایست قلبی میکنن، اگه مغز یا قلب اونها یا در کل اهدای اعضا در شر حکم شیه، اگه کسی با این حالا حوادث از دنیا بره و اعضاش رو بخوام به کسی دیگه ببخشه. بله. درش صحبت زیاده در نفر اختلاف اعضا. نظر هستش. بله. و بهتره که والله اعلم نیا کنید. اولاً یک طرف قضیه اینه که بحث زیاد شده، حتی فقهای امت اسلام امروزها روش بحثای زیادی کردن. چند حالت داره. بله. یکی این که از زنده به زنده نقل عضو از انسان زنده، همونطور که مثلا یکی کلیهشو میبخشه به دیگری. بله. یکی مرده به زنده، یکی ناقص به زنده، امثال اینها. و هر کدوم یه حکم خاصی بهش تعلق میگیره. من فکر کنم که والله اعلم اون چی که در جمله هست، اگر که مصلحتی برای بقای طرف مقابل وجود دارد بدون مقابل. بله. بدون مقابل. و اون هم بدون ضرر به شخص اصل که ازش عضو گرفته می شود، اشکال نداره. الله تعالی اعلم. جزاک الله خیر، تشکر. و بیننده یوسمارا که تماس گرفته بودن در مورد حالا سود بانکیشون، پیامک فرستادم و فرمودن که سوالم اینه، یعنی منظورم این هم بود که اگه اون سود بانکی که حرامه برای کمک به مسجد یا فقرا ازش استفاده بشه، آیا جایزه؟ مسجد در ساخت مسجد از این مال استفاده نشود. اونچه که غالب فقهای معاصر بعد از مسائل ربا و سود بانکی مطرح شده اتفاق کردن، اکثر سخن یا فتوا یا اقوال فقهای معاصر بر اینه که در موارد عام المنفعه هزینه شود. مثل چی؟ عام المنفعه چیزی که درش تقدس دینی نباشد، مثل جاده سازی، مثل راهسازی، دستشویی عمومی، مثل راهسازی، مثل نمیدونم یک کلینیک، مثلا یک درمانگاه سرراهی درست ساختن، یعنی مواردی که عام المنفعه است. اما بله. مسجد یک مکانی هست که باید از پاکترین مالها ساخته بشه. بله. و فقرا و ایتام و مساکین باید از مال حلال بهشون داده بشه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. بله. ولا تتیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی الا ان تغمدوا فی. بله. یعنی انسان وقتی میخواد بخشندگی کند، کرم کند، انفاق کنه برای انسانهای دیگر، از اون مال پاک حلالش چیکار کنه؟ ببخشد. چون مال طیب که هر کس انسان میرزه بیرون. بله. شما اگه سبد و یک صندوق میوه خراب داشته باشید، همشو حاضر بریزی بیرون. ولی اگر همش سالم باشه چی؟ یه مقدارش برای خانواده، یه مقدارش هم میدی، کمتر رو میدی بیرون. بله. پس بنابراین علامت صدق ایمان این است که از اون مالی که انسان خودش لازم داره بده در راه خدا. تشکر استاد علی گرامی، ممنون از حضورتون. و عزیزان بده همه شما را به الله متعال می سپاریم. الله یار و نگهدار همتون، سربلند دنیا و آخرت باشید. تشکر، ممنون. سلامت باشید. ممنون.